استفاده کنم. آریان بیان تو تصویر. آریان حال شما خوبی؟ ممنونم، زنده باشید، خیلی خوش اومدید، بفرمایید. خیلی ممنون، درود خداوند بر شما و آریان جان و دوست عزیز که بالا نمیدونم اسمش چیه و دوستان عزیز. آریان جون. جان. خب من موت کنم، قلیون بکشم اوکیه؟ میوت کن، قلیون تو بکشش. آریان ایشون این اسمش گفتی کیه آریان؟ الحمدلله کاش آماده می شدی بعد می اومدی بالا. خیلی بد آماده ولی ببین آره آریان در تدوام این چقدر قشنگه. خدا خدا آریان خب چرا کسی میان بالا آماده نیستن؟ چرا نمیشینن؟ خب من باید چرا وقت لایو اینجوری بشم؟ من آماده ام قربونت برم، فقط منتظرم شما از من سوال بپرسید. آره من آماده ام. روز به جون آماده شد که 10 دقیقه دیره، 2 3 دقیقه دیگه بیا. بفرما آره من آمادم. خب آریان بفرما عزیزم، شما بفرما. شما بزرگتری بفرمایید. نه شما بزرگتری آریان. اوکی الحمدلله. چند سالته؟ از کجایی؟ من اصالتاً کوگلوگل بویرامر هستم، خوزستان زندگی میکنم، متولد 68م، 34 سال یا با 34 سال. من نمیدونم چون من نه دهه 70 ام نه 60 ام، من 80 به بالا حساب کن. 80 بالا من یا با 68 34 سالمه. 34. چند کیلویی؟ چند کیلویی؟ 55 کیلو. چرا اینقدر لاغری؟ من آریان، من ببین استیلم بروکسلیه و سیسبکم و کلن کمر تسمیم. خب خیلی لاغری. زیاد به اون اندازه نه، 55 کیلو باز خیلی وزن خوبی هم هست آریان. قدر چنده؟ قدم 1.76. خب نسبت به قدت خیلی کمه وزنه. آره من دیگه کمر تسمه‌ای هم اینجوری هم. آره قدم من اینه. آره نگاه کن بینه خوبه قدم من. ببینم. الله اکبر. خب آره درسته بشینش هم. بعد کیره چقدر؟ خیرم یه 21 سانت و نیم. 21 سانت و نیم. کلوفت لاغر کوتال چجوریه؟ نه به اون سرعت که مثلا حساب کنی خرکی باشه کلوفت نیست، ولی چیزه معمولی دراز. معمولی دراز. بعد دختربازی یا پسرباز؟ نه من دختربازم، من بیشتر زنبازم، دختربازم زن. کم زن. آره. یعنی زنایی که مثلا کسشون بازه دوست داری؟ آره آره سی که اینا عقلشون خیلی بالا، اینا میدونی اینا حرفشون خیلی خوبه و خدا را شکر درکشون خیلی بالا. ولی بر نخره به دخترها، ولی دخترها یکم جوونن، ببین وارد یه رابطه بشن نمیدونن چجوری بلد باشن و زن بیشتر من زن دوست دارم. خب چرا میای جلو؟ یکی میگه میخواد بیارم بالا، نگاه میکنم ببینم تو لایو نمیومد، بگم بیارش بالا. خیلی گم میخوام با آریان لایو بگیرم، خیلی گو هر پرفتی لایو با آریان بگو منو بیاره بالا. اوکی درسته. از اینی که مثلا شما میگین که تجربه بالا داره تو دادن منظورتونه؟ نه از نظر ببین حلاز، هم تو دادن هم تو رباطه که با هم بگردی، ببین با هم برین مثلا یه تفریح، با هم برین یه میمونی، یه مسافرتی با هم برین، یه خونه خالی با هم برین، ولی تجربهش اونا بیشتره. الحمدلله. کی به تو کس میده مثلا تو 55 کیلویی؟ آریان نظر شما نه. من چیز خنده داری گفتم؟ آریان خدا بگیری، یعنی کس من کس نه؟ نه سوال میکنم چرا میخندی؟ آریان بعد ببین، بعد من اگه یه چیزی برات تو دایرکت بفرستم بعد خودم میدونم که واسه بعد
خیلی خوش آمدید آقای کینگ، دلتنگ بودیم، خیلی وقت ندیدیم تو. ممنون، زنده باشید. من روزبه رو هر وقت میبینم بعد این سوالو بپرسم. روزبه، هنوز اعتقاد داری که وقتی که داگی میکنی یه دختر رو گاز میاد؟ سلامتی روزبه، هر وقت قدیم که لایو میذاشتی میگفت عکاس دخترا گاز میاد. حالا منم هنوز تو این فکرم، هنوز میاد یا نه؟ آره. سلامتی روزبه، خودتو همه میشناسنت، بزرگ ایران، ستون ایران، یه کوچیک خودتو معرفی کن برای دوستای جدید اومده. خب نشاور روزبه دیگه، سنمو بگم یعنی سنتو بگو، وزنتو بگو، قدتو بگو، مال کجایی، چه کاره؟ من 100 کیلو هم 1.80. خب 50 کیلو از دوستم سنگین. دیگه یکم میکنم، یکم برم دیگه، اینطوری کارم هم ویزا، مربی، کار ماشین هم کار میتونی میکنی. چیزی ببین صدای من برمیگرده، مال کیه موسیقی؟ مال من نیست. الله، میشه یه دقیقه میوت کنی ببینم؟ باش من آره منم ببندم. الله نه، شما صحبت کن، الله میبنده. شما صحبت کن. خب صدا مال اینجا هنوز مال شما مشکل داره. میشه جا تو عوض کنی، گوشی تو یه جای دیگه تو لیوانه. مال من یه لحظه، الحمدلله گفتم میوت کن صدا تو. من میوت کردم صدا از ایشونه. آره مال روز به مال شما مشکل داره، میشه جا تو عوض کنی، گوشی تو یه جای دیگه بذاری صدا برمیگرده. خب ببین الان درست شد. حالا صحبت کنید بکنم بهتر شد. اوکی. خوبه، اوکی. درست شد. اوکی. چی روز میجون، دختربازی یا پسرباز؟ من دختر یا پسر؟ پسر دوست نداری؟ زیاد حس ندارم با. خب یعنی چی زیاد ندارم؟ یعنی maybe شاید؟ نه کلا نه. پیش تالا با پسر ترنس شیمیل اینا نبودی؟ نه. دوست داری باشی؟ برای پیش نیمده. خب فعلا. اوکی، من یه شب مهمونتم، نظره چیه؟ خوشحال میشم ولی نمیدونم. خب اوکی ببین، من همین که من پسرم، تو میشناسی، سالهاست منو میشناسی، منم تو رو میشناسم، من مهمونتم به عنوان یه دوست میام، اصلا برای سکس نمیام خونم، ولی خب کنار هم میخوابیم دیگه. به نظر تو من مثلا منم 58 کیلو هم، لاغرم، جمع جورم، اوکی هم، صورتم هم همینه، بدنم هم دیدین، و کنار تو میخوابم بغلت، به نظر حسی میتونی پیدا کنی یا نه؟ نه اولا باید تو شرایط یکم فکر کن، تصویر ذهنی درست کن. تصویر ذهنی درست کن، من با همین ظاهری که میبینی کنارت خوابیدم. شاید اوکی، خوبه، امیدوار شد. یه لحظه نمیدیس عزیزه. سلام رامبو جان، خوبی؟ خوشم. خب الحمدلله با دوست عزیز آشناش میبفهمید. بله، درود و خداوند بر شما. برادر عزیز شما کجایی هستی؟ سلام اومده. سلام چوبی چشم بچر بایزن. سلام به همه خانمه خوشگل لایو هم. چطوری آریم؟ نه درود. آریم ما در ایترنت هم خوبه؟ مثلا اگه لطف کنی یه جا بشینی ممنون. هرش اومده. من یه جا میشینم. با خوشحالی، آرامش. این از این بذاری نکته بذارم، خوشگل باشم. مدام آرشتای بریدن مدام. خب این از این. خب اوکی، الحمدلله آشنا شو با دوست عزیز، بفهم. بله من
رابورده میشناسه ولی رابورد مره نمیشناسه. آقا رامو حال شما خوبه؟ من خوبم به قوای واژن، تو چطوری؟ زنده باشی، درود خداوند باشه. آریان بخش شما سوال کردی چرا از وزن 55 کی به شما میده؟ میشه دلیلشو به من بگی؟ من سوال کردم گفتم آیا با شما که 55 کیلو هستی کسی بهتون کس میده یا نه؟ خب من میخوام بدونم، من میخوام دلیلشو بدونم. خب فکر نمی کنم یه شخصی با ظاهر شما با وزن شما اینا کسی بهش بده. من 55 کیلو اصلا من نمیفهم چجوری 55 کیلو میشه کسی رو بکنه. شاید اونا ببین من انا ببین 55 کیلو خیلی وزن عالیه و خیلی از نظر حرکت از نظر شکل هم میتونی قوی تر باشی، ولی چاق یا مثلا اونایی که زیاد چاق میشن حتی قوی نیستن، ولی من ببین کمر تسلیم هم وزنم سوره که خیلی تو رابطه قوی تر هست. اصلا به چیز نیست. سلام، خوش اومدید. اصلا به این نیست که مثلا بهتر میزنی کمتر میزنی. یه کسی که میخواد بکنه باید یه شرایط خاصی داره، شما این شرایط رو هیچ کدومشو ندارید. خب نمیدونم به خدا، من نظر شما یه جوریه. ببین نظر اونایی که نظر من نمیدونم، نظر به نظر من آقا خیلی هستن آدم لباس بستن 55 کیلویی یا بی لباس؟ آریم 20% ببین خیلی از انسان ها به وزن من، به اندازه وزن من هم. یعنی چی؟ یعنی خیلی هستن که به اندازه وزن من اینجوری هستن، مثلا 55 هم همین حدود. خب اوکی، کسایی که 55 سال هستن شانسی برای کس کردن ندارن. اگر به نظر من تو 55 کیلو هستی، تو اگر یه کلاگیس بذاری یکم میکاپ کنی بازار بهتره. کار بهتر در میشه. کلاگیس یعنی اگه یه موی مصنوعی بذاری، آلایش کنی، رژ لب بزنی و کون بدی خیلی بهتره بازار تا اینکه بکنی. یعنی انگار مثلا کس مصنوعی داره، یعنی انگار واژن مصنوعی داری و بعد کس مصنوعی رو. خب خیلی ها دوست دارن کس مصنوعی رو بکنن. اون دختر ترنسه چی بود دوست من الان با کس مصنوعی؟ یعنی آریان باور نمیشه با کس مصنوعی پیرمرد دیگه رو برده کسشو میکنه، بعد به بچه پیرمرد میگه من مادرتم. به خدا، یعنی واقعا میگن تازه اون تازه فکرم 60-70 کیلو، یه زن گنده، یه ترنس گنده. تو با 55 کیلو جزو کسای مثلا کوچولوی این شهر حساب میشی مادر. دیوونه بغلی تو بغلی. آره یعنی ما که وزنمون پایینی، یعنی واقعا دل نداریم، یعنی واقعا کسی با ما اوکی نمیشه. نه مادر چیز کینگ یه لحظه میوت کن چون صدا مال شماست مشکل داره. میوت کن نوبتشو باز کن. آره مرسی. آقای الله ببینید، من چون آدمیم که دروغ نمیگم، شما چون 55 کیلو هستید هیچ شانسی برای کس کردن ندارید. یعنی هیچ کسی حتی برای شما پشماش هم نمیزنه چی بکنه بده. ابدا. اصلا یاخته های اون کس اصلا همونجوری کز داده میمونه. میمونه. شاید الان منه که کونیم دل یه کس بیاد به من بده چون 58 کیلو هم 3 کیلو از شما بیشترم، ولی چون شما 55 کیلو هستی کسی بهتون نمیده. آره این بلند کلا من نامید کردی خدایی. خب نه نامید نه دیگه، من قصد نامید کردن نداشتم، من بسیم بگم که من رفتم تو فکر. آره من خودم تو فکر بودم بدترش کردی. خب حالا شما کس بازی مگه؟ آره. خب شما پول میدی دیگه برای کس، چه فرق داره وزنت چقدر؟ نه ببین آریان، ببین من یه چیزی واقعیت بگم. ببین من اصلا ببین کس پول این چیزا اصلا تو عمرم انجام ندادم و نکردم، ولی من ببین من سیکو آریان، من یه بچه زید بازی هم سیکو. ببین من گفتم بگو حقیقت، بگو گفتم بگو
میگم من یه بچه زیدبازی هم، ببین قربونی برم من جدی میگم، یعنی ولی شما زیدبازم. خب تو میتونی زید، مثلا تو میتونی پول بدی به مثلا نه. آریان، مثلا من خودم آریان رو میگم، ماها آدمایی هستیم که مثلا ما از ما پول میگیریم برای اینکه این همه زیبایی رو عرضه کنیم، تو هم زیدباز یه پولی میدی کس کثافت زنی که کثافت میکنی. من گفتم من کس پولی نکردم قربونه برم. آخه نمیشه، چرا باید یه خانمی مجانی وقتی میتونه به پسر 80 کیلویی کس مجانی بده، چرا باید به 50 کیلویی کس مجانی بده؟ مگه پسر 80 کیلویی مگه از من چیه؟ مگه چه داره از من بده؟ مادر آتنش چیز چه سایزی داره؟ من البته با اجازه آریان عزیزی بودم، آلت شما چه قوایی داره؟ چه حجمی داره؟ چه جرمی داره اون آلت؟ نه از اون حالت 80 کیلویی چه حسی داره و چه جرمی داره و چه چطوریه؟ ببینید که ما اونی که انجام میده شاید من تازه ببین ضعیف‌ترم و ببین از نظر رابطه قوی‌ترم باشم بهترم انجام میدم. خب میگم چه سایزی داره آلت شما آقای محترم؟ مال من خوبه، مال من ساز من خیلی بزرگه و بلنده. خب دیگه مادر عالیه دیگه، بهتر از این نمیشه. هستی خیلی خوش اومدیم، معرفی کن. عزیزم سلام، آریان جان و دوست عزیزمون آقای علا و دوست بغلی. خداوند بر شما. من حمدالله هستم. الله این گفت الله. آریان جان. اون لحظه که فیلم پرید همه اون لحظه که فیلتر پرید بفرمایید. نه فیلترم اشتباه آریان من یه چیزی بهت میگم، در تدوام یکی واسه من تنها، من نه رلی دارم نه سینگلی دارم نه هیچی دارم، انا تنها خدایی، نمیتونی یکی واسه من اوکی کنی در تدوام؟ چشم اوکی میکنم. رامبو جان شما میتونی شروع کنی از هر کی دوست داری. مادر چشم، من میخوام با بانو هستی اونس بگیرم. هستی عزیزم، شما واژن عزیزتون رو در اختیار یک آقای 55 کیلویی بگذاریم؟ در حال حاضر که واژن ندارم، یه سوراخ دارم. بعدش که من الان نیستم، حمدالله آقای الله هستم. میگن حمدالله نگین، الله هستم. خب آقای حمدالله آریان، من حمدالله، یلا اینجا پیج منو نگاه کن، من حمدالله اینجا سه تا قلب دارم، حمدالله اسم منه. حالا چه فرقی داره حمدالله؟ آره چه فرقی داره، آخرش الله دیگه. الله آخرش خیلی هم خوبه، حمدالله الحمدلله خیلی خوبه، خدا را شکر، خدا را شکر. آره حالا اگه یه روزی حالا مجبور بشم، پسری نباشه، مردی نباشه تو این دنیا، ناچار شم، مجبور شم کیر بزنه تو سرم، مجبور میشم به این آقای الله بدم، چاره ندارم. خدا رو شکر. خب پس خدا رو شکر دیگه، میگم من فهمیدم که جواب سوالم چیه. حالا من از آریان عزیز که واقعا میگم آریان ستون بنیانگذاره عهد واژن، عهد آلت و عهد افرادی که یه وقت خدای نکرده مثل این آقای الله جو برش میداره، فکر میکنم خبریه. آریان جان من خیلی خوشتیپم، من بچه خوشتیپیم، من بچه جذابیم، من اینجا تو تاریکیم تو حیار نشستم. آریان نگاه کن بذار تا میبینه بیشتر کنم. من اینجا تو تاریکیم زیر لامپم قرون رنده، من بچه جذاب لحنتیم، من یکی از جذابای اینستاگرام هم قرونه دارم. بله بله خودم بوش بخورت الهی طور یه لحظه فکر کردم تناسه. نه من منصرف شدم. چاره این نیست، بفهم آقای رامبو دیدامه بدید.
میخواستم آریان جان، تو واقعا میگم الان تو به نظر تو حمدالله داره درست میگه که کسی حاضر بهش کس مجانی بده؟ حالا به نظر من از این بیچاره بکشیم بیرون از خودم بپرس. آریان جان قصه آخری سکس رو برای من تعریف کن و مقدار پولی که دریافت شد رو برای من بده. ببین من آخرین باری که کون دادم همین امروز بود، ساعت 8 ساعت 5 6 صبح بود که کون دادم. 2 میلیون گرفتم، 2,500,000، ولی به جاش فیلم گرفتم. یعنی منو کرد اجازه داد فیلم بگیرم. 10 دقیقه فیلم سوپر آماده کردم با 2,000 رو میگم 2,500,000 پول نقد بهم دادن، اجازه دادن که نیم ساعتم فیلم بگیرم از سکسمون که بعدن اینا رو میفروشم. بعد از نماز صبح این اتفاق افتاد. من 5 دقیقه بعد از نماز. خب دیگه حساس سببم داره. از حمدالله عزیز میپرسم، حمدالله مادر شما الان خونه زندگی نداری؟ تو حیات نشستی ساعت 3 صبح؟ ببخشید واقعا خیلی برام جالب. نه من دیگه اومدم اونجا بیرون تو ایار راحت کردم باد خونه ایت میای اینجا. دو تا کره دارم، خواستم چی بهشو بدم، یکم غذا بهشو بدم. دو تا چی داری بهشون غذا بدی؟ کره چیه؟ بوز 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 داری تو خونه؟ من اصالتاً کوگل و دلبای رحمدی هستم، ولی بزار تا ایرادم نشون نبیدم. اصالتاً کوگل و دلبای رحمدی هستم، ولی خوزستان زندگی میکنم. بزار تا بیارن شو بیرون. با بزار داری صرف بزنی؟ آره دارم با بزار میکنم. بزارم صداش کردم بیان بیرون. بیرون اینا پاکستانی هستم. خدا خیلی خوشی هم خدایی به دلم نشستش. آره اینا پاکستانی هستم. خیلی کیوته. بعد آره اینا گوشاشو دارن در پاکست سغلو میارن. سغلو آخی. بعد شما کارتون چی آقای حمدالله؟ من شغلم آزاده، کارگری. گزا بازی میکنیم؟ نه کارگری میکنم، من کار میکنم، مثلا کارگری، کار ساده. خدا رو شکر. ای کاش همه واقعا میگم سرشون به کار باشه، با بوزا بازی کنن، کس میکنن. اونایی که واقعا میگم همه آقایونی که کس مجانی میکنن دستاشون رو به این صورت توی دایرکت اینجا همینجا کامنت دست بالا اینجوری دست بذارن. آقایونی که کس مجانی میکنن مرسی. درست ادامه بده. من پرسیدم. من تمام. اوکی هستش، نوبت شماست. خب آقای حمدالله من میخوام از شما بپرسم، تا حالا شده که کون بدین؟ راستشو بگو چون من از چشمی میفهمم. نه ما تاسفانه ببین ما لور هستیم و سر این چیزا خیلی حساسیم و خیلی ببین خیلی چه ربطی داره؟ خب منم پرتم چه ربطی داره اصلا؟ نه. چه فرقی میکنه؟ بذار ما یه چیزی بگم. ببین قربونو برم ما ببین تو دروغ گفتی. من دارم جدی ببین، اگر بگم اگر دادم میگم دادم، ترسی ندارم. اگر چاقو زیر من آمار شما رو دارم و میدونم. خب پس دروغ نگی لطفا راستشو بگی. یک لحظه آمار من در همین جلو همین چند نفر استوری کن و پست کن. خب حالا میخواستم که شما با زبان خودتون بگین. من آدمی نیستم که اشتباه کنم. نه خب میگم هم آمار من داشته باشی، میخوام حقیقت رو بدونی. تو بچگی داده باشی، شاید تو بچگی داده باشی، درسته؟ نه با خدا نه. قوت لاپایی چطور؟ لاپایی حتما داده، لاپایی داده. آره بابا داده. من کسایی میشناسم که ریش دارن تا اینجا سیبیلو هستن، مردونه میان میدن. یعنی تو نمیدادی تا حالا؟ دروغه. نه من فقط ببین بچه بودم، ببین داشتم کار میکردم، با سر فلکه یه متری به این دست زد، گفت وایسا متری دست زد. آقا من نشستم پشت متری کونی بود، گفت به من گفت بیا با من رو بکن. من گفتم نه من میترسم.
من نرفتم باشه. به تو دست داده دیگه. حالا انگولک کرده. من فهمیدم. اوکی من فهمیدم. بذار من خب آره من تو بپرسم عزیزم. بذار من خطه بهت بگم موتوری ببین پیرمرد بود. من وقتی نشستم پشتش هی راست میشد میذارش رو دنبه این من گفتم نه عزیزم من به چه اینجوری نیستم از من بکش بیرون. آخه خاک بر سر اون کسی که بخواد تو رو بکنه. ببخشید شرمنده. خب آریان جان عزیزم گفت راست میگن دلش رو دنبه من دنبه نه بابا نه منظورم عزیزم منظورم از این کونش رو میذاری رو شنبول من من اگه نای پشتی کونش رو میذاری رو شنبول من. خب پس تو راست کرده پس الله تو راست کرده بودی که کونش رو میذاری تو اول میگی اون راست میکرد پیرش رو میذاری رو دنبه تو تو همه شنید پیرش رو گذاری رو دنبه رام بود من خیلی ببین من خیلی ساله ببین سال تقریبا 80 بود من خیلی سنم پایین و ترس داشتم جدی میگم خدایی ترس از چی داشتی مادر؟ بابا من تو شهر بودم من تو شهر داشتم میوم از سر کار میبودم ایشون وایستاد گفت بیا بشین من برسونم وقتی من از این فلکه برسونم رو فلکه دیدم این پیرمر کونیه من خیلی ترسیدم. خب اولش اونجوری میشه بعد میبرن که مکان یه حلقه حلا نمیخوام زیاد چیز کنم حالا من فهمیدم اوکی تمام و یه سال دیگه میخوام از آقای الله جان بپرسم چه حال شده که یه بزی یه بزغالی تو رو بکنه یا تو اون بزغاله رو بکنی یا واسش ساک بزنی؟ ببین دورت بگردم این سوال راستش رو بگو الان تو ماه محرم هستیم به احترام این ماه محرم لطفاً راستش رو بگو خواهش می‌کنم بذار من پاسخ چون هممون روزه این سوال از نظر ما انسان ها خیلی سوال بدیه و خیلی سوال زشتیه اصلا نباید این سوال بپرسیم نه چرا زشت باشه شما که پیش بزغاله ها هستید اون بار سال بعدی نوبت منه دیگه یه دونه آره انجان عزیزم اگه یه روزی بشه که مثلا دیگه کونی سوراخ نتونی پیدا کنی بکنی مجبور میشی از روی ناچاری آقای الله رو بکنی حالا چرا گیر دادی تو این بیچاره خب آخه من میبینم این ببین این اشمه میاد مثل تناز اینجا میبینم این ببین یه کم بعد میکشه پای میگه بکنید من میبینم دیگه از خنداش حالا یه روزی اگه بشه میکنیش یا نه پسری نباشه سوراخی نباشه آخه چون من که بکن نیستم من فقط کن میدم خب حالا یه روزی میدی به این یا نمیگی اگر که در دنیا هیچ مردی نباشه و اینجور که خودش میگه من کمر تصمیه ایم و قدرتی میزنم و کیرم خوبه آره میدم بهش کمر تصمیه ای وای آریان وای آره میدم بهش وای کمر تصمیه این نیستی که خود کاره نداری جان نه من از رامبوت بپرسم سب کنم از رامبوت بپرسم خب رامبوت جان شما چطور اگه یه روزی باشه که حالا چه بکنی چه بدی نمیدونم کدومش انجام میدی میدی نمیدی میکنی نمیکنی هیچ پسری نباشه الله آره الله میکنی یا میدی من هم میکنم هم بهش میدم خیلی سکسیه کراش عجیبی دارم کراش عجیبی دارم یعنی من سکسیم یعنی من بدن من البته بدن من کمر بریدم رام بود میدونی اینجور آدم ها که قیافش و مظلومه خب آدم سالی خیلی چیز میکنه ببین مثلا اینو بزنی کتک بزنی زیر پاش الله له کنی گرد چیز ببندی بزنی شلاق اینا خوب حال میده من چون قیافش مزید الله راست کنه کیرشو بذار رو دنبم خب آقا الله شما بپرسیم نوبت شما است شما جنس نه هستی یا خانوم هستی من سه جنسه هستم سه جنسه مثلا چه جوری مثلا دست نه سه جوریه سه جنسه ببینید من هم کس دارم هم سوراخ دارم هم کیر دارم بعدش هم که اینجوری دیگه
تو ایرانی یا خارج از ایرانی؟ نه من خوزستانم. ای جانم منم خوزستانم. ای جان با آره. من که نمیشی؟ چرا بیا سر چهارراه بیا. نه من تبریزم، من خوزستان نیستم. ای جانم، ای جانم بخرم من جانه تبریزه. ای جانم، خب سوالا ادامه بدید آقای الحمد. من دیگه ادامه نمیدونم به خدا، من دیگه ادامه نمیدونم، من دیگه حرفی چی ندارم. مرسی که بودی، خوشحال شدم. مداد بشم آریان جان، درود خداوند بر شما. آریان درود خداوند بر شما. درود خداوند بر شما. خدافظ. اونجایی که گفت من سیخ میکرد میذاشت رو دنبم، من اونجایی واقعا آره کرد، من خواستم از پنجره ماشین به پنجره خودم بکشم. یعنی سیخ میکرد میذاشت رو دنبم. خب نوبت منه. هز جدید اما هیچی نگفتی یا اصلا پرشه گرفتم. آخه شما از بس که اصلا نیستی اصلا آدم فراموش میکنه. من که همیشه شما رو با بهترین ماشینا دیدم. اصلا ببین به خدا اینقدر این یه حماقت آخرم بود، ماشین رو خریدم الان تو پولش میدم، چرا این کار کردم؟ اینقدر شما در ماشین های خوبی سوار شدی، زندگی لاکچری داشتی که من این چیزای کوچیک تو چشم نمیاد. ببخشید مادر الهی همه واژنشون لاکچری باشه. الهی هر کسی تو این دنیا که هست این لایو رو میبینه، همه فالوئرها، همه کسایی که ما رو فالو دارن، خدا بهترین ها رو بهشون بده، از آخرین موی واژنشون تا آخرین موی سرشون خوشبخت باشن. رامبو جان من از شما سوال میکنم. شما همین هنوز اسکورت میکنید درسته؟ دیگه چاره چیه، ما در باید خرج زندگی در بیاد. درسته. خب قیمتاشو میشه بهم بگید لطفا؟ من و ریدن ساعتی $600 میگیریم. من در یک بنده خدایی، چون ما با همین کار رو انجام میدیم، واقعا میگم این کار بهترین کاره. چرا من تو خونه نشون مثلا دیروز، چون من رستوران دارم دیگه توی ونکوور، برشم شرکت چند تا رستوران، من سه تا رستوران دارم، سه بابشو داریم میزنیم. بعضی من اومدم خونه سر کار خستم، یه رفتم براخره این آلت صاف راست میشه دیگه چاره نیست. یه بند خدا نصف شب به من زنگ زد ساعت مثلا 11-12، گفت بیاین من رو توی اون بلد هاوس بکنین. ما از خودمون به خدا من رو به نصف 3 ساعت سخت کار کردیم، تقریبا $2,000 گرفتیم برگشتیم خونه. خب درسته، ایشونی که رفتین کردین پسر بودن؟ یه پیرمرد بودن مادر. درسته. رامبو جان در کانادا که شما زندگی میکنی، برای اطلاعات عمومی دوستانی که تو لایبن دارم میپرسم، در شهر کانادا که شما زندگی میکنید، خب میدونید که کانادا شهر کون هاست درسته؟ ونکوور واقعا شهر کون هاست. آره ونکوور شهر کون هاست و که خیلی همه کونی ها اونجا زندگی میکنن و اینکه ما کمبود کیر داریم و اگر که بینشون پسرهای پرژنی که مثل شما بسیار زیبا، قد بلند، هیکلی و کیر کلوفتی داری هستن، قیمت شما دو برابره. بله صد در قیمت شما دو برابره. شما ساعت $600 میگیرید، یعنی دو نفر $300 هر کدوم. بله هر کدوم نفر $300. کارتون چیه؟ شما چی کار میکنید؟ دوست پسرت چی کار میکنه؟ همون مثل سگ این بنده خداها رو میکنیم مادر، و واقعا میگم ثوابی که در این کار هست در هیچ نمازی نیست. اوکی هم تو میکنید پیر مرده رو هم دوست پسرت دیگه. ما چجوری؟ بله میتونم راهی نداریم. اوکی رامو جان، برای این که خب ببین من که خودم که کونی هستم که کون میدم، اگر یه کسی کیسم نباشه، تایپم نباشه، نمیتونم بهش کون بدم. کردن که خیلی 100 برابر سخت‌تر از کون دادنه. حالا کون دادن رو ببخشید، یه داگی میکنی کونتو باز میکنی، چشتو میبندی، یه چیزی میره میاد، ولی اینی که بکنی که کون طرف خیلی سخت‌تره. برای این کیس شما نیستن، پیرن در حد شما نیستن، چیکار میکنید؟ مرسی مادر. من انقدر پول دوستم تو این دنیا، هیچ چیزی بنزه پول دوست ندارم.
من واقعا میگم من بوی پول که بهم میخوره ما اصلا اتوماتیک راست میکنیم، هم من هم من پایدم با همین دیگه، اصلا همدیگر رو ماچ میکنیم، همدیگر رو میمالیم، میذاره کونش رو دست میزنم، من کاملا اوکی، من همیشه یعنی آریان من با هر چیزی راست میکنم، یعنی یک کسی دست آه نکن اینجوری، کسی اینجوری دستی دست اینجوری آروم بکشه به من راست شدم. آره مادر اوکی، پس مشکلی با راست کردن نداری؟ ابدا مادر، من دیگه در این سن 26 سالگی که نباید مشکل داشته باشم، راست میکنیم میکنیم تو کونه یارو و انشاءالله تک تک تلوم به هایی که من میزنم اون دنیا میشون. نه معلومه که ارضا هم میشون، با کونه پیره برای کسافت دادم ارضا میشی کسافت ارضا که آدم نمیشاره. البته اینو بگم و کسایی که قیمت های ما رو میتونن بدن واقعا پیره مرده خوشتیب آدم حسابی، مثلا پریروزی آریان او مای گاد، مثلا طرف سی او یه کمپانی بزرگ، مثلا من با این پورشه رفتم اونجا سه تا فراری پارک کردم تو پارکینگش، از خدام بود واقعا. بله مادر. خب رامبو جان در خب من در خاورمیانه در کشورهای جهان سومی مثل ایران، افغانستان، ترکیه و عرب و اینا کون با ارزشه، در کشورهای غربی مثل کانادا، اروپا، آمریکا کیر با ارزشه. آیا نظر شما این دوتا رو کدومش رو قبول دارید؟ دوتاشون الان ناکن اینجا همه باتن، همه میخوان کون بدن اینجا. اصلا اینجا اد بکنن ریرن، اصلا ماها مثل یه گونه خاصی. البته اینو بگم منم خودم چند بار دادم و خوب بود، ولی اصلا حال حوصله که هر روز بدم ندارم. مثلا مثلا خودم 6 7 بار انجام دادم، خیلی هم خوش گذشت. اگر آدم بکنه خوب پیدا کنه، واقعا میگم انگار دینش آدم پیدا کرده، انگار آدم دقیقاً جایی تو این دنیاست که باید باشه. و من اونجوری میکنم کسی که دارم میخواد خودم کرده بشم یاد بشم. آره سلام بکنم گلزار جان، خوبی خوش اومدی. اگه که میخواییم کرده سلام رامبو جان، یک کونه از نظر شما که بکن هستی، یک کون چه ویژگی هایی باید داشته باشه بفرمایید؟ مهمتر از همه لاغر باشه، تمیز باشه، مو نداشته باشه، جون سر جدتون میای من بکنم تو، آخه چرا فکر میکنه اون کونه پشمالی کسافتون من میخوام بکنم مادر جه. بله خب حالا به خاطر 600 دلار که من خودم رو نمیبازم، من به خاطر بیشتر از اینا خودم رو میبازم، ولی 600 تا چیزی نیست. بالاخره باید این پول این ماشین، پول این رستوران های جوری در بیاد دیگه، ما در به خودم رو نداریم، من بیشتر از این نمیتونم. تو خونه جدید من رو که دیدی، من اصلا دیگه واقعا ندارم، یعنی الان من هرچی داشتم رو دارم خرج میکنم. برابر این کسی که بله درسته. خب الان هستی جونم کونن، منم کون هستم، دو تا نظر متفاوت میتونی بدی؟ خب ما در هستی جون به حال از شاخهای تبریز، از کونه مهم تبریز هم دیگه در حد تبریز. تو مادر تو بنیانگذار کونهای از ایران تا امریکای، خب فرق داره لول به مثل میمونه که مثلا من بخوام ببین مثلا میگم مثلا محمد رضا گلزار یه مرد خوشتیپ پیه، در حد ایران خوشتیپ پیه، مثلا ایان سامر هالدر، مثلا براد پیت، خب اینا مثلا در حد بین المللی کار میکنن، دوتاشون خوبن، ولی هر کسی یه کارایی داره. مثلا الان هستی اگر بخواد جای تو بود، خب الان میمردیم بنده خدا، یک کشتم چیزی که هست ازش اصلا چیزی نمیمون، با مشتری که تو داری اون کونه که تو میدی اصلا این بنده خدا میپرپر میشه، اصلا چیزی ازش نمیمون. تبریز رو باید کاور کنه فعلا، بعد ان شاء الله مرحله های بالاتر میرسه. رامبو من کیر چند سانته؟ من سانت نمیدونم، ولی من اینچ میدونم 8 تا 8.5، بستگی داره که چقدر مثلا 8.5 اینچ چند سانت میشه. دوستان حساب بفرمایید. مال بریدن هم مال من قشنگ دوتاشون مثل دو خواهر، مثل دو قلو. درسته. رامبو جان از نظر شما که هم دادن و تجربه کردی هم کردن و کدومش لذت بیشتری داره، و اگه حق انتخاب داشتی کدومش انتخاب میکردی؟
دادن لذتش بیشتر خوده، چون اگر خونی که تو رو خوب میکنه درست بکنه همه چیز تو این دنیا به کلفتی آلت و طول آلت بستگی داره. این چیز تو اینه اصلا حتی مغز آدم ها. من با هر احمقی نشستم کیروش کوچیک بوده، یعنی من واقعا میگم هر پسر رو خرید تو زندگی من من کیروش کوچیک. آره مادر خوبه رامبا جان. خب حالا نظرتون در مورد این چیه که مثلا من کسایی که منو میکنن هم پول میدن هم کیرای خیلی کلوفتی دارن؟ اکثر اونایی که کونین خیلی کیراشون بزرگه. نه اینایی که منو میکنن کون نیستن بکنن. خب دونم اصلا خب مادر تو واقعا تو از اون کونه هستی که لیاقت میخواد کردنت مادر. نه شو شوخی گذشته میگم، حالا شوخی نه. خب این آدم به آدم های لاغری طرف هستی؟ چون اکثرا لاغرا کیرشون خیلی بزرگ گلفته. نه من گفتم وقتی که میدم، نه ایشون میگن که کیر چیده با ارزشی که کلوف باشه و اینکه خب الان ایشون به اینا پول میدن، به رامبو جون کونا پول میدن که بکنن، ولی کیرای کلوف مثل رامبو من خود آقا رامبود نه آقا رامبود که لیاقتشون بیشتر از اینست، بعد زیر فرششون طلا بذاریم، ولی امثال مثل ایشون که قد بلند هیکلی زیبا کیر کلوف دارن به من پول میدن منو بکنن. میخواستم خب اینو بدونم به خاطر اینکه هر کسی، یعنی شاید ببین نکن تو چون کیس خیلی آدم هایی، چون تو لاغری بعد کونت گرده بعد کیرت بزرگه. مثلا آدم وقتی میخواد کونه لاغر رو بکنه وقتی کیرش بزرگه خب خوشش میاد، آدم دستش رو میگیره اون انگار مثلا داری عرابه رستم رو مثلا هدایت میکنی. جالب دونی واقعا میگم من از کونه ای که میفهمن کجان و چجوری کون میدم خیلی خوشم میاد. کاش همه ما یاد بگیریم چجوری کون بدیم و درست کون بدیم. درسته پیشم گفتم مثلا من مثلا وقتی از مقعد کرده میشم لذتش از وقتی که کس میدم بیشتره و من میگم 100%، چون تو باید اون لذت رو درست تجربه کنی. یه سوالی رامبو جان، من الان 16 ساله دارم کون میدم، نان استاپ دارم کون میدم و اینکه روزی دو سه بار رو کون میدم و خیلی کیرای کلوف دیدم برمیدارم، ولی کون من یک ذره گشاد نشده، دلیلش رو چی میدونید شما؟ به خاطر اینکه مقعد تو مقعد ارتجاعی مادر، یعنی وقتی تو میدی باز میشه، وقتی که چیز میکنی عضله خودش جمع میکنه و این بهترین کاریه که یک عضله میتونه بکنه، چون تو آدم جوون و جذابی هستی. مثلا این پیرمیرایی که کون میدن ببین هزاری خودش رو بگوشن دیگه جمع نمیشه، یعنی دیگه اصلا میگوزن اینجا عنش از کونش رو میفته بیرون. و یه سوال دیگه هم از رامبو جون بپرسم، چون من رامبو جون خیلی دیر به دیر میبینم به خاطر مشغله کاری که دارن. رامبو جان من نظر در مورد آقایونی که در سال یه بار کیر میخورن و وقتی که کیر میخورن آبروی ما کونارم زیر سوال میبرن با جیغ زدنشون، با اکتای غیر طبیعی و غیر نرمال و فیکشون، نظر چیه در مورد اینا؟ بکشنش خاک به سر اون کسافتی که کار رو میکنه. وای من استریت هم کس نرد مادر جنده، حالا تو کس کسافت اون زنی که گوه میخوری، اون کس ترشوی قارچدار اون زنی که آشغالی رو میخوری، حالا یکی بخوری میمیری مثلا میمیری. ببین من واقعا میدونم آبروی اینا آبروی ماها رو میبرن. تو همونجور که شیرینی زبون گاز میزنی یکی رو گاز بزن هیچی نمیشه. نه آقای رامبود ببخشید، منظور من پسر استریت نبود، آخه ما کونهایی داریم که روزی 100 تا کیر میخورن چون خوشگلن زیبا هستن زمینه شو دارن، کونهایی داریم که قیافه ندارن کیر نمیبینن در سال یه بار و وقتی که در سال یه بار کیر میبینن ما کونها رو زیر سوال میبرن جیغ میزنن، یعنی کیر اون طرف فکر میکنه چه خبره از بس که داره این لذت میبره اکتای آنورمال اکتای فیک. میدونی؟ آدم همینه، هر کاری بکنی زشته، یعنی اصلا، یعنی من میگم به خودم
به عنوان یکی از بنیان‌های زیبایی در دنیا. دماغم بله. باشه، دندونام درست، گونم درست، کمرم، من دو تا دونه لایپو 360 داشتم، یعنی من مثل سیب پوست کردم. ولی هیچ وقت ادا در نیاوره، من هیچ وقت زشت نبودم، ولی کسی که زشته از اول زشته دیگه. اینا کارش دیگه، خب بدبختی که تو خب مثلا شبیه سگ باشی، سگ سالی یه بار جفتگیری میکنه، خب یه بار کیر میبینی در سال، بیشتر از این گیرت نمیاد. و من امیدوارم دوستایی که زشتن تو این لایو و سالی یه بار کیر میبینن، خواهشن خودتون رو گم نکنین، آبروی ما هم میره، نرمال عکس کنین، آدم باشین. بعد راما جان شما وقتی که سوال منو جواب ندین، گفتم اگر که حق انتخاب داشتی دوستشی بدی یا بکنی. من خب میکنم، چون کردم خیلی راحت تر، تمیزی نمیخواد، من همینجوری بودم میشم یا رو میکنم، من با همه شما بکنم. یه سوال دیگه رامبو جان، در خودتون تایپتون چیه؟ اسکینی، تاینی، پتیت؟ من پسر قد بلند، لاغر و واژن پرست دوست دارم. واژن پرستیت رامبو جان، هر کسی که میاد منو میکنه، خب شما میدونی که خب کون من کوچیکه، سوراخم کوچیکه، سوراخم رو که گفتید پوستی من ارتجایی هستش و خیلی عاشق پوستی من میشه، یعنی عاشق کونم میشه، سوراخم، و میگه وقتی که میره میگه واقعا خیلی سوراخت خوب بود، دوباره میام میکنم، فقط بذار تو دهنم. اینا شما برداشتتون از این حرفای این آقایون استریتی که اینا رو میگن چیه؟ با اینکه همشون پوست بازن، فقط ثواب کردی و چیزی به اونا دادی که کس کثافت زنای قارچیشون هیچ وقت اونو نمیتونه. چرا که اگر واژن پهاشش تنظیم نباشه، بدترین عقوبت ها رو داره. مردتون همونجاست که کون پرست میشه و میره کونه یک کسی مثل آریان، که واقعا میگم بهشت اون کون نیست، درهای جنت بازه اونجا. یه من از همیشه از رامبوتون انرژی مثبت میگم، حرفاش جذاب و مثل خود شیرینه. یه سوالی رامبو جان، شما که تاپ هستید، یعنی میکنید، حالا در قانون میگه که مثلا اگر هستی جون که ما که بده هستیم، ما شاید بخوایم مخالف خانم ما حرف بزنیم، زیر سوالشون ببریم که کیرایی بیشتری به دست بیاریم، شما که بکن هستید، شما چرا خانوما رو میگی کس قارچی و عفونتی؟ نه هر خال، من غلط بکنم، من واژن پرستم، من خودم عاشق خانمایم که کسشون رو تمیز نگه میدارن، بوی کسشون خوب هستش، پهاش کسشون تنظیم هستش و با صابون کسشون رو نمیشورن، به خاطر اینکه خیلی از خانمها این اشتباه رو میکنن، با صابون توی کسشون رو میشورن و اصلا افتضاح میشه، اصلا افتضاحات پیش میاد. باید با ماده شوینده واژینال به جون کسشون میفتن. خانم عزیز، من طرفدار خانمم تا آخر عمرم، ولی من میگم اگر یک خانمی راه و اشتباه بره دیگه، نه مثلا ناراحت چه چرا شوهرم کونی شد یا کون پرست. من دیدم، ببین اینا عقوبت دارن، اینا همه عقوبت، تو یک بار اون مرد بره دم در اون پست این در رو باز کنه میتونه ماهیش بزنه، خب دیگه ببخشید که زده شد، ببخشید که خامه کف کست تو رو نمیخوره، ببخشید. درسته. بعد رامبو جان، چرا یه سوالی که خیلی فکر منو درگیر کرده، من نمیدونم دوچار غرور کاذب شدم یا اینکه آریان ببخشید، جواب کامنت حرمزاده رو میخوام بدم. اینجا ماشین تو خارج از کشور اجاره میکنیم، نمیخوایم، اولا مندوش لیزینگه، ثانیا بیشور پورشه کاین 2023 244,000 دلار ماشین رو کسی اینجا لیز نمیکنه، اینجا فقط فایننس میتونی بکنی. دانی هم که همچین ماشین گرانی و کلن 4 تا ازش هست تو این شهر، و این خب کام داون، یعنی مثلا این یه تویوتا نیستش که کس خود مثلا من بخوام، پورشه کاین اس 2023 like اصلا، یعنی میفهمی اصلا در عددی هستی که بفهمی چه ماشینی توش نشستم من بیچو. تو حالا این سوای ماشین من، یه کوربت دارم، لامبورگینی دارم، تو نمیفهمی واقعا. اگر تو عرضه داشتی، تو هم از مقعد و آلت پول در می آوردی. اینجا خارجه، به خدا آریان، این حرمزاده که این کامنت، خودش تویوتا یاریس سواره، خودش داره
میزنه که بنزین 87 تو ماشین بریزه، این ماشین 94 میخوره. ابله ببخشید فقط میخواستم مطمئن شم که اینو میدونم. یه سوالی که خیلی فکر منو درگیر کرده بود، فقط جوابش شما میتونید به من رام بود جان بدید، اینه که چرا در کامیونیتی کونی ها رقابت بیشتر از کامیونیتی خانم هاست؟ ما در حقیقتشو بگم چون بگی خانم ما بالاخره یه مردی رو پیدا میکنه، ولی ما کونی ها ما همینجوری مشکل شکست ما همینجوری مشکل شکست واژن داریم، یعنی ما باید اول با جنگ واژن روبرو بشیم که یه کاری بکنیم که مرد مقعد رو بر واژن ارجح بنهه. خب ما از اول با جنگ به دنیا میایم، یه زنه نشسته تو خونش کسشو داره دیگه، با تعلیم و تربیتی نباید بکنه مقعدشو، تعلیم و تربیتی نباید بکنه واژنش، اون واژن بازه. ما چقدر مقعد رو ترین کنیم، ما چقدر باید زحمت بدیم برای اون مقعد، اون مقعد واژن بدیم. سلام، اینترنت رو ارزونه ها، این اینترنت ها ارزونه ها، هر کارت یکی از به چیز هستم، یکی از سرمایه دارایی کلینیشا هستم به خود. من عاشق سرمایه دارام، مادرم آدمای بدم. سلام دوست عزیز، تصویرتون رو نداریم، صداتون هم بد. کوفای واژن اگه دوست عزیز اگه هستی میوت کنید، صداتون خیلی بده. خانمایی که با گرز آهنی کتشون رو کرد دست رو باده رو فرد گرزای آهنی. اوکی من حالا این دوست عزیز تا درست شه، من درگیر این دوست عزیز بودم که بیارم بالا. سلام، سلام بر کهنه پای واژنت مادر. اوکی حالا تا این دوست عزیز درست میشه ما سوال رو بپرسم. من نفهمیدم رام بوده عزیز چی گفتین شما، ببخشید این دوست عزیزمون نتش خراب بود، من نفهمیدم شما چی گفتین رام بودم. گفتم چرا در کامیونیتی کونی ها، یعنی مثلا کامیونیتی من هستی جون یا کونی های دیگه، خیلی رقابت کیردوزی بیشتر از کامیونیتی خانوم هاست؟ خیلی کوتاه ببخشید مادر، میگم ما یعنی کونی ها با جنگ واژن اول روبرو میشن که باید واژن ها ببرن، اول جنگ دارن، بعد دیگه که با اون جنگ پیروز میشن دوتا مرد گیر میارن دیگه هارن، اون لحظه است که هر کیری براشون مقدس. خب درسته، نظرش به نظر شما در کامیونیتی خانوم ها کیر مقدس داره یا در کامیونیتی کونی ها؟ کونی ها 100%. کونی ها چرا؟ چرا رامبا جان مثلا ما کونی ها خیلی دل به کار میدیم، آبش طرف رو میخوریم، خایش رو میخوریم، نازش رو میکشیم، کونم رو قنبل میکنیم، درد رو تحمل میکنیم، فقط میگیم کیره راضی بشه، ولی در کامیونیتی خانوم ها نه، زیاد تحویل نمیگیرن، منت هم میذارن رو کیرا. جواب من یک، چون اون حکم بین الحرمین رو داره. یعنی چون چی؟ چون کیر اون لحظه است که حکم بین الحرمین رو داره، چون این همه زحمت کشیدی که به این کیره برسی دیگه، اون مثل الماس کوه نور مادر. زنه نباید کاری بکنه، دو تا آرایش بکنم میرم بیرون، اون کس رو هر سگی حاضره بکنه. آره ما همونی من میگم کس آدم باید تو بین الحرمین باشه. من فقط دقم جنگ کسه، من فقط جنگ واژن. میگه اون کس هر سگی میکنه، وای رام بودم خواهم تو آرایشگاه بیدن آرایشگاهش رو ببینیم. آره هم میخوام آرایشگاه بیدن نشونتون بدم که بچه این همه داره سخت کار میکنه، پول در میاره. شپو آجاله بیدن، I want to show Brayden to the people. تو ماشین خیلی خوب بود رام، با تو بشینیدم حرف بزنیم. میشم بزنیم. بیبی سی های. میاد از آزون تا دو آجینا.
سلام، خوبی، خوش اومدی عشقم. من فارسی که حرف نمیزنه. آیدان دیگه مادر همین. خب آیدان وای خب راهم بود برو تو ماشین اشخم. مادر دیگه سر کارش تمام شد. خب خب بذاره با این بچه حرف بزن. بیاره قصه های دیگه براش بگید. خب اگر که یکم دیگه هم چیز یکم با دوست پسرت صحبت کن دوباره بهت برمیگردم. میوت کن صدا تو. میوت کن تصویری یا صدا تو. خب هستی چون شما بفرم چند تا سوال چالشی از من. من سوالمو پرسیدم، حالا تو از من نپرسید، حالا تو یه دونه بپرس منم بکنم ببینم چه سوالی بپرسم. آخه فکر کن چون من خیلی ایشونو به چالش کشیدم، حالا یکم از تو کمک میکنم. خب آریان گفتی که ما وقتی که با پسر رابطه داریم خب سیر نمیشیم، یعنی مثل دختران نمیگه ول کن که خسته شدم دردم گرفت فلان. خب به نظر تو مثلا علت این چی میتونه باشه؟ ببین در کون یه اشعه هستش که هیچ وقت سیری نداره. درسته میگم ببخشید کون اندونی جای کیر نیست، ولی اشتباه میکردن چون این یه اصطلاحی بوده که ما رو گول بزنن که ما نتونیم هیچ وقت درخشان باشیم. منی که به عنوان یه کونی که 16 سال رزومه خوب دارم هیچ وقت نتونم پیشرفت کنم. بله، ولی مردم ما زرنگ بودن، باهوش بودن. اگر ببخشید اگر در کون اند میاد در کسم شاش خون میاد، پریود میشه، بچه میاد. پس اگر کسم مال بچه به دنیا آوردن اگه باشه پس مال کردن نیست دیگه، کونم اگه مال اندونی باشه. خلاصه میخواستن بشر کون ما رو زیر سوال ببرن و ما نتونیم ما به پیشرفت کنیم، و ولی اینجور نبود. ما جنگیدیم و ما پیشرفت کردیم و به حق الهیمون رسیدیم. ببین کونی اشعه توش وجود داره که هیچ وقت از کیر زده نمیشه، کیر پرسته. و من شده ببین مثلا با اینکه لاغرم، خودت میدونی که در قانون کمر یعنی تو باید بخوری کمرتو پر کنی از غذا تو آبت بیاد. من هیچ غذا نمیخورم، 55 کیلو هم نه گوشت میخورم نه میوه، هیچی نمیخورم. دیدی که همیشه یه شرابه دارم. تو رابطه ضعف نمیدونی؟ تو رابطه ضعف که اصلا نمی کنم، هیچی انرژی میگیرم. من باورت شده روزایی بوده مثلا از دوستان بهشون اتفاق افتاده، مثلا دوستان و همسایه‌ام، فامیل یا آشناهام، دوستای نزدیکم برام اتفاقای بدی براشون افتاده، ولی تا کیر به هم رسیده انگار سرم رسیده، همه چی معجزه شده، همه چی درست شد. یعنی اینجوری من آب کیر رو نمیخورم ولی اجازه میدم که تو دهنم بریزم ولی نمیخورم. یه آقای اسرائیلی مثلا فلسطین جانم، به نظرت مثلا خب چون آب کیر سرشار از ویتامین و پروتئین و کلسیم و من چون خودم خوندم میدونم، خب به نظرت آیا مثلا تو به عنوان یک نصیحت واسه کونی های دیگه، خب تو نماینده ترنس در جهان، نماینده خب و میانی ترنس هستی، خب به نظرت آیا این آب کیر رو بخورن یا نخورن؟ عشقم من پیشنهاد نمی کنم که آب کی رو بخورن. من باید برم دوستم. خب مرسی، خیلی خوشحال شدم. فعلا خدافظ. خوشحال شدم. التماس صدا عشقم. هستی جون من برای کونیا پیشنهاد نمی کنم که آب کی رو بخورن، چون تجربه شخصی خودم، تو میدونی ما کونیا رحممون خیلی تخمدانمون خیلی فعاله و من یک بار به اشتباه آب خوردم و حامله شدم و تا یک سال که میدونیم از دوران حاملگی ما بچه هامون تو کونمونه، نتونستم کون بدم و اون یک سال من دچار افسردگی شدم و خیلی بد برام تموم شد. درسته میتونستم ساک بزنم، درسته میتونستم لای سینم بزنن، لا پایی بزنن، ولی توشی یه چیزی دیگه است.
ما کونیا فقط بعد دخول انجام بشه با ساک و نمیدونم بدن خوب و اینا ارضا نمیشین و من یک سال نمیتونستم که کون بدم به خاطر بچم که خفه نشه، ولی بالاخره موقع زایمان بچم رو دست دادم چون سنگین بود، من کونم تنگ بود و بچم 6 کیلو بود و فوت کردم. خدا بیا مرزه. بعد حالا که اونگی خوردن، حالا بعضی هستن که خب دوست دارن که آبشون رو بریزن توش، خب حرفت واسه این چیه؟ بازم پیشنهاد میکنم که اگر کسی که میخواد ما رو بکنه، اگرم بدون کاندوم میکنه، آبش رو بریزه رو کمرمون، چون همینجوری که بهت گفتم تخمدانه ما خیلی نسبت به خانوم ها، ما تخمدانمون 10 برابره، یعنی زود میگیره جذب میشه. آره خیلی هم عالی. بعدش هم که همزمان اگه مثلا رابطه جنسی خب با پسر، مثلا مال با دو تا پسر یا سه تا پسر همزمان پشت سر هم باشه، آیا امکان این داره که روده جر بخوره؟ عشقم سوالت خیلی قشنگ بود، ولی از اونجایی که ما پسر هستیم و کون میدیم، خلقت دنیا طبیعت فکری برای روده‌های ما کرده، لوله های ما دجار است. یعنی این که از خانوما تو آره فهمیدم، خانوما یه دونه لایه داره، ما رودامون سه لایه هستش و بین هر لایه از خونمون یه فاصله ای هست که هیچ وقت پاره نمیشه، چون ما که کس نداریم بدیم. درسته. آره جان تو حالا شده، ببخشید من چون میدونم شما واقعا یک سوراخ، یک ترنس بسیار تمیزی هستی و نامتون کل دنیا جهان تو عرض مدت کم خیلی مشهور شدین، خب میدونم که هیچ وقت این کارو نمیکنی، اما تو حالا شده که از روی این که مثلا یه نفر بیاد پیش شما یا پول شما رو نده، شما از روی هرس مثلا موقع کردن برینی مثلا رو کیره؟ شده تو حالا از روی هرس که مثلا این مثلا بره حموم عصبی بشه، مثلا هرسشو در بیاری بگی مثلا تو میخواستی این کارو بکن بیا ریدم تو مثلا کیرت؟ شده؟ مرسی بابت سوال قشنگت. ببین یه طرف بود من حس میکردم که این منو بکنه، پولمو نمیده، به خاطر همین لولمو برداشتم ازش. آها لولتو برداشتی؟ بله، من موقعی که کون میدم لوله میذارم که حامله نشم تو کونم، و اون روز من میدونستم که این میخواد سر منو کلا بذاره، میخواد منو مسخره بکنه و کونم بذاره و پول نده، لولمو برداشتم. وقتی که لولمو برداشتم حامله شدم، و وقتی که بعد فرداش که رفتم بیک کونگرافی و گفتن حامله ای، فقط براش جواب آزمایش رو پست کردم در خونش و بهش گفتم تبریک میگم پدر شدی، و اون به خاطری که بچم رو بندازم 10 برابر خرجش کرد. گفتم ببین هیچ وقت با یک کونی شوخی نکن، به مسخرش نگیر. کونیا به جایی عقل 5 تا عقل دارن، 5 تا مغز دارن، هیچ وقت خودتو با کونیا نزن که زده میشی. بعد گفتش به امساری ببخشی من قصد بدی نداشتم، حتی بهم گفتش که چون این سقط جنین حرامه بچم رو نگه دار. گفتم عشقم نه، خودم طفلم هنوز، آیندمو نمیذارم به خاطر بچه حرومزاده تو، منو نتونم پولی بدم به خاطر بچه حرومزاده تو. گفتم نه، انداختمش، قرص برنج خوردم انداختمش، 10 برابر پول داد. یه هفتم بستری بودم تو خونه، ولی پولشو گرفتم، بیکاریمو گرفتم. کار خوبی کردی عزیزم. معلوم نبود که اون بچه فردا به دنیا بیاد از اون پدرش هم کسکشتر و بی‌ناموس‌تر باشه. والا معلوم نبود. خود پدرش یه کسکش بود. آف کورس. من به خاطر همین به دنیا نیومدم. قرص برنج خوردم انداختمش. آره تو باهوشی عزیزم، تو میدونی چی کار کنی، هیچ کس نمیتونه با تو در بیفته یا حق تو رو ناحق کنه یا بخواد زرنگی کنه پول تو بخوره. تو یه بلایی سرش برسون صد تا گوه خوردن میفته. من هیچ کس نمیتونه حق یه کونی رو بخوره، اونم حق خانم عارفی که ببخشید مشهوره تو دنیا. من خیلی سختی کشیدم، من 16 سال کون دادم تا به اینجا رسیدم. درست. من باورت میشه هستی جون روز شب زیر کیر خوابیدم.
تو از دل من خبر نداری که من زیر چه کیرایی خوابیدم، چه دردایی کشیدم تو امروز به اینجا برسم. من نمیذارم یه کسی سرمو کلا بذاره، آبشو بریزه، منو حامله کنه، نذاره کول بدم. من برای اینجا که برسم خیلی زحمت ببخش. نمیخواستم لایو اینجوری معنویش کنم ولی خب دیگه شد. ای جانم ببخشید بابت این سوالم، شما رو هم ناراحت کردم. از پیش میاد ولی خب من شما خیلی زحمت کشیدم تا اینجا برسم، خیلی رو دست دادم، خیلی رو شوهرم و زنم و بچه هام و خانوادم و تو این راه شهید شدم، نمیذارم کسی حقم رو بخوره. بعضی از این ترس هایی هستن که تازه به دوران رسیدن، مثل حالا بعضی هایی که تو خودت میدونی تو کانادا اون میمونی هست به اسم تناز و فلان، آدم روانی فلان، خب حسودی میکنم بهت. خب چون آدم هایی هستن که تازه به دوران رسیده هستن که از روی عقده و حسودی این کارو میکنن، وقتی که میبینن تو داری هر روز پیشرفت میکنی، به جاهای بالا بالا میرسی، از جاهای مختلف، از سازمان ملل، از هر کجای دیگه سازمان ها جایزه میگیری و تو خاورمیانه اول میشی، خب اینا از حسودی کنشون نمیدونم میخاره پاره میشه چی میشه. خب آیا باز تو حامی اینا هستی؟ دوستشون داری؟ و حرفت واسه اینا چیه؟ ببین من تموم شد، شارژ گوشیم تموم شد.